ممنون. جزئیات بیشتر از غزنین چیه؟ چقدر میتونیم برای کابل خطر جدی باشه؟ خب غزنی یکی از ولایت‌های مهم بود و نزدیک است به کابل و از چند هفته به این سو طالبان حملات به شهر غزنی شدت دادند و هشدار دادند که به زودی شهر غزنی را تصرف خواهد کرد. شورای ولایتی غزنی و مردم محل نمایندگان مجلس غزنی تاکید کردند که اگر نیروی کمکی و حملات هوایی بر طالبان صورت نگیرد شهر به زودی سقوط خواهد کرد. دیشب حملات طالبان در تمام بخش‌های شهر شدت پیدا کردند. بر فرماندهی پلیس ولایت امنیت ملی و همچنین قرارگاه ارتش که در مرکز شهر غزنی است حملات صورت گرفت. شورای ولایتی غزنی به ما تایید کردند که والی و فرمانده پلیس به نحو معامله کردند. البته دیدگاه شورای ولایتی غزنی هست گفتند که آقای لغمانی والی غزنی و همچنان فرمانده پلیس تسلیم کردن شهر را به طالبا و فقط شماری از کمانده های ارتش با طالبا درگیری کردند و همچنان امنیت ملی و طبق گفته های اونا قرار دادند که آقای لغمانی والی غزنی با فرمانده پلیس راهی کابل شد و ما به چک پوینت طالبان برخورد میکنه و طالبان گفتن که شما موترهای زیرتون را بگذارین و شما به اجازه دارین به کابل برین. ما قبول نکرد و پس از او آقای لغمانی و با فرمانده پلیس و طالبان تسلیم شد و حالا میگن با طالبان یک جا هست و درگیری های شدید حالا در شهر غزنی وجود داره. بازار بسته است و مردم هم سراسیمه است و هر کس تلاش میکنن خود را از شهر بیرون بکنه. خب در ولایت هرات و قندهار وضعیت به چه صورته؟ خب فرماندهی پلیس هرات و والی هرات اعلام کردند که امشب طالبان از 6 قسمت بر شهر هرات حمله کردند، اما این 6 حمله دفع شده و طالبان تلفات سنگین داشته. در هلمند هم درگیری جریان داره. فرماندهی پلیس هلمند سقوط کرده و با تمام تجهیزات به دست طالبان افتاده. در قندهار هم درگیری های شدید جریان داره. مقام های محلی به ما تایید کردند که زندان مرکزی قندهار به دست گروه طالبان سقوط کرده و همچنان در قلعه نو مرکز ولایت بادغیس پس از 25 روز آتش بس میان نیروهای امنیتی و طالبان آتش بس شکسته شده و والی بادغیس با ما گفتند که طالبان دیشب از چندین قسمت بر شهر قلعه نو حمله کردند و آتش بس را شکستند و تعهدی که داشتند شکسته و گفته که حملات طالبان شکست داده شده. از شهر قلعه نو در بسیاری ولایت های افغانستان جنگ جریان دارد. در اورزگان مرکزش ترنکوت هست. از دیشب حملات سنگینی بر مرکز ولایت بر شهر ترنکوت آغاز شده. مقام های محلی گفتند که بسیاری قسمت ها بدون درگیری رها شده و های امنیتی عقب نشینی کردند و حالا درگیری در بخشای از فرماندهی پلیس و ولایت جریان دارد و انتقادی است که نیروهای امنیتی که حالا تلاش میکنن دفاع بکنن، اما برخی از مسئولان برخی از مقام های محلی یا حتی در کابل معامله میکنن و شهرها را بدون هیچ درگیری به طالبان تسلیم میکنن. همچنان حالا منابع گفتن که حکومت افغانستان دو پیشنهاد را به طالبان کرده. در دوحه که امروز هم نشست از رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در دوحه قرار داره و ایجاد حکومت مشارکتی و قطع حملات بر شهرها از سوی حکومت افغانستان به جامعه بین المللی و بر کسایی که ناظر است بر روند گفتگوهای صلح افغانستان پیشنهاد شده و تا طالبا این دو خواست حکومت افغانستان را بپذیره و حکومت افغانستان وارد روند صلح افغانستان وارد یک مرحله تازه شود. امن از توضیحات همکارم امان فرهنگ از کابل همراه ما بودیم.